سلام دوست عزیز، به چنل ما خوش آمدین. امروز طرز دهی منتوی بسیار خوشمزه را برتان نشان میتونم. خدا کنه این طرز دهی مورد پسندان قرار بگیره و قدم به قدم زمانی که میره هر چیز را درست میکنم به طور واضح من تشریحات میتونم. متوجه باشین، ویدیو را تماشا کنین. مواد لازمیش در 4 مرحله البته این مواد تیار میشه و هر مواد شما جداگانه قبل از اینکه همو قسمتش تیار میشه بر شما نشان میدم و در ویدیو ببینین و باز شما میتونین به آسانی همیشه تعقیب کنین. مواد لازمی که برای خمیر ضرورت داریم و برای ساس ضرورت داریم، برای هر چیز ضرورت داریم من جداگانه میگم. مواد لازم خمیر: آرد 800 گرم، 3 قاشق روغن، 1 قاشق نمک، 2 یا 3 عدد تخم، 1.5 پیاله آب گرم، کمک گرم باشه به ضرورت داریم. همه مواد ما به 1 ظرف که خمیر میکنیم و یا به ماشین که خمیر میکنیم علاوه میکنیم و بعد از او تخم، آب، نمک همش امره روغن اضافه میشه و این رو بر مدت 8 الی 10 دقیقه خوب خمیر میکنیم. اگر توسط دست خمیر میکنید مدت خمیرتون کمک باید بیشتر باشه، به خاطر اینکه باید خوب خمیر شوه، خوب مخلوط شوه. و اگر امره دست خمیر میکنید بعضی که خمیر با هم مخلوط شده میتونین سر میز انتقال بدین و برای میز شما خمیر خمیر کنین. ببینید خمیر به این شکل درست میشه و حال بعد که خمیر شد ما ای را به کاسه یا ظرف دیگه انتقال میدیم و در اون میگذاریم که بر مدت نیم ساعت و استراحت کنه. و خمیر باید نه بسیار سخت باشه نه بسیار نرم باشه، این از خمیر متوسط به طرف بالا باشه که سخترک باشه. خمیر روش سرپوش یا یک تکه را مندازیم و میگذاریم که بر مدت نیم ساعتی استراحت کنه و حال به سراغ مواد داخل منتو میریم که اول 7 یا 8 عدد پیاز ما خوب ریزه میکنیم و به اندازه که زیاد ریزه هم نشه و زیاد کلان هم نباشه، به این شکل به نظر برسه. پیاز را آماده میگذاریم و بعضی که پیاز آماده شد ما 3 یا 4 قاشق روغن به 1 ظرف دیگه انداخته، بالایش گوشت کوفته را اضافه میکنیم. این پیاز البته صرف کمک زردرنگ شود، سرخ نشه، صرف زردرنگ شود به میشه شکلی که شما در تصویر میبینین. کوفته را بالایش اضافه میکنیم، بالایش مواد مصالحه که عبارت از گشنیز خشک، زردچوبه، نمک است، همراه کمک مرچ سیاه که مقدارش ما گفتم قبلا همش اضافه میکنیم و این را بر مدت 5 یا 6 دقیقه یا 10 دقیقه سرخ میکنیم. بعد از اینکه سرخ شد به او 1 پیاله آب جوش اضافه میکنیم و ایره بر مدت 10 الی 15 دقیقه دیگه میگذاریم تا خوب کوفته پخته شوه. سیر هم به اضافه میکنیم و میگذاریم تا پخته شوه و بعد از اینکه پخته شد آماده شد شما میتونید قبل از اینکه پخته شوه البته یک سرپوش رو بالای از بگذارین تا به این شکل پخته شوه، ولی حرارت باید کم کنین در این زمان به خاطر اینکه او نسوزه، حرارت باید کم شوه. حال این کوفته آماده است و ما به سراغ پیازهای خود میریم که پیازها را قبلا میده کرده بودیم. به او پیازها ما مرچ سیاه، گشنیز خشک و گشنیز تازه را علاوه میکنیم و این کوفته را قبلا پخته شده به او اضافه میکنیم. همیشه خوب به هم مخلوط میکنیم، آماده میگذاریم. بهتر از کوفته که شما اضافه میکنین کوفته سرد باشه، اما کوفته ما به خاطر زیک ضرورتشم به می شکل داغ با اضافه کردم و همه این مواد مخلوط میکنیم و تیار میگذاریم و بازو به سراغ خمیر میریم که خمیر قبلا استراحت کرده، خمیر آماده است، مواد داخل منتو هم آماده است و حال خمیر انوار میکنیم و بعد که انوار شد داخل منتو او رو توته توته میکنیم و منتو رو موادش رو جور کردیم به داخل سپر میکنیم. برای جور کردن هموار کردن خمیر شما میتونید از آشگاه استفاده کنین و از ماشین آش دارین استفاده کنین. به این شکل ما همه خمیره زغاله های کوچک جور میکنیم یا زباله های کوچک جور میکنیم، همشه به این شکل که طولانی است به این شکل رو کم کم هموار میکنیم و بازی ماشین آش که است به درجه اولش یعنی درجه دومش و درجه سوم و بازی پنجم تا هفتم یا حتی هشتم خمیر هموار میکنیم که خمیر خوب باید هموار شود. اندازهش به این شکل باید باشه، زیاد دبل نباشه که منتو خوبش نمیایه، هر قدر نازکتر باشه به مو اندازه منتو خوبش میایه و منتو نازک نرم خوبش میایه. به این شکل باید خمیرتان به نظر برسه. شما او رو از ماشین آش به چندین مرتبه میکشین تا او نازک شود و
همه خمیره را به می شکل، اول البته که مده زمان که برش آرد می پاشم، این خمیر از درجه دوم برامده، اول از درجه یک بود، باز درجه دوم، باز مده بینش آرد پاش می دادم و هر کدامش باید بینش آرد پاش داده شود، باز زو و زمان که شما خمیره می کشین، البته هم یک خمیره گرفته که همار شده، او را از درجه سوم باز پنجم باز هفتم بکشین، بازو شما را منتو را در بینش پر کنین، مواد که البته گوشت است در بینش پر میکنین، منتو را به شکل به آسانی درست میشه. ولی حتما در بین از این خمیره آرد بپاشین، به خاطر از اینکه شما اگر آرد نپاشین این خمیره به یک دیگه میچسبه، بهتر از امیز که خمیر بازی که از درجه یک و دو کشیدین در بینش آرد بپاشین. و حال یک پتنوس از این که برای ما منتور جور کنیم، پتنوس قبلا آرد پاشی میکنیم، همش بالایش آرد پاش داشته و خمیره که به تصویر میبینین او را همراه کارد یا چاقو توتا توتا میکنیم و در بین از او مواد داخل منتو همش پر میشه. به این شکل بر شما ما در تصویر نشان میدم و می شکلی را هموار کنین و باز او همراه کارد یا چاقو را توتا توتا ببرین، توتا هایش به شکل چارکنچ میباشه و به این شکل که شما درست کنین و او را همه مواد منتو را بگذارین، کارتون آسان میشه، شما به زودی میتونین منتو را پر کنین و مدت زمان که شما بر پر کردن منتو هم به کار میبرین، مدت زمان شما زیاد سشتیر نمیکنین، وقتان زایی نمیشه. همشه به شکل توتا میکنیم منتو را که مواد داخل شست، البته او را بالش میگذاریم و بازو و به با شما نشان میدم که چی رقم منتو بسته میشه. به این شکل شما ای را همراه کار توتا کنین، همش آماده بگذارین و نازکی ازی به این اندازه و یا کم نازکتر از این هم میتونین شما جور کنین. ببینین من به این شکل جور میکنم، نازکیش به نظر میرسه، شما میتونین به این شکل سری جور کنین و یا به شکل دیگه هم به شما نشان میدم به دو رقم جور میشه منتو، بر شکلی که به شما دلخواه باشه. شما میتونین منتو را داخلش مواد بگذارین و منتو را پر کنین. این شکل بسیار ساده است و به زود شما یک دانه منتو را پر میکنین، جور میشه و وقتانه هم نمیگیره و این شکل دیگر که به شما من نشان میدم بعدا البته ای بسیار مقبوله. شما میتونید به این شکل هم درست کنین و به شکل که من براتون نشان میدم ببینین انگشت در بین زو میگیرم و دو طرفش بسته میکنم، به حدی مقبول میه، من تو خوب شام میه و زمان که شما میکشین بسیار خوب خوش رنگ و خوش بسیار مقبول معلوم میشه. به شکل شما میتونید منتو رو جور کنین یا به شکل پیشتر جور کنین، به هر شکل به این رقم ما هم منتو رو جور کردیم آماده شده و اگر شما میخواین این رو در فریزر بمانین امی پتنوسا را شما در فریزر انتقال بدین، برای مدت 3 یا 4 ساعت شما رو در فریزر بگذارین و یا اگر پخته میکنین میتونین روسن شما با دیگه منتو خمیران انتقال بدین پخته کنین. برای تهیه کردن قرمه دال نخود یک یا دو پیاله دال نخود جوش داده شده، یک عدد پیاز، یک قاشق سیر، یک قاشق زردچوبه، یک قاشق گشنیز خشک، یک یا دو پیاله بنجرمی که قبلا چرخ شده باشه، یک پیاله روغن و یک یا دو پیاله آب ما ضرورت داریم. اولتر از همه ما روغن داغ میکنیم و یک عدد پیاز که خرد ریزه شده به اضافه میکنیم و ایره میمانیم که کم زرد رنگ شوه، اما پیاز رنگش تیز نشه که باز مزه قرمیتون خراب میشه. به شکل به نظر میرسه شما مصاله های مثل زردچوبه، گشنیز خشک و مرچتان اضافه کنین و بازو بنجرمیتان بالایش اضافه کنین و اگر ضرورت دیدین یک پیاله آب یا کم بیشتر آب اضافه کنین و بگذارین که لعابتان بجوشه. و بعضی که لعاب بجوش آمد شما دال نخود قبلا جوش دادین، این دال نخود قبلا نرم شده، تقریبا 80% این دال نخود نرم شده، من اضافه میکنم و با او گشنیز تازه و همچنان سیره اضافه میکنم. سیره شما میتونید قبلا یا به این زمان اضافه کنین، بر زمان که اضافه کنین این سیر میده شده و به خوشبوی از قرمه میافزاید. قرمه ما آماده است و حال میریم به سراغ از اینکه ما منتور چی رقم تیار میکنیم، منتور در دیگه منتور چی رقم میچینیم، اینه بر شما در ویدیو نشان میدم. سیر اگر پسند پرتین خوشبوی قرمه تان بسیار زیاد میسازه و به حد مزدار می، مرچای تازه شما در این بندازین بسیار خوشمزه میشه. و حال ماست تیار میکنیم، قبل از اینکه البته منتو را در دیگ بگذاریم ماست تیار میکنیم. برای جور کردن ماست ما با نانای خشک، سیر،
و کم نمک و کم آب و ماست یا چکه ضرورت داریم. اگر چکه باشه بسیار خوب تر است یا قرود باشه، هر کدامش به شما قابل دسترس است. شما میتونید از استفاده کنین. برای یک یا دو پیاله ماست، نیم قاشق نمک، نیم قاشق سیر چرخ شده و یک قاشق زخوری نعنا و نیم پیاله آب اضافه میکنیم، برشور میتیم، اومده میگذاریم و دیگه منتو به این شکل به نظر میرسه. آب و اضافه میکنیم، آب باید جوش باشه و باز قالب منتو رو بالاش میگذاریم و منتو رو به روغن داخل میکنیم و به دیگ به این شکل به فاصله ها کمک میگذاریم. البته در بین شکل فاصله بگذاریم که منتو کلان میشه و نچسبه به دیگه و باز به این شکل قالب دیگهش و قالب دیگهش قالب دیگهش جور میشه و بالاش سرپوش میگذاریم برای مدت 20 دقیقه یا 25 دقیقه بر حرارت بالا و باز 10 یا 15 دقیقه بر حرارت کم میگذاریم. منتو نرم میشه، منتو نرم شده، آماده شده. به قوری که شما رو سرو میکنین چکه بزنین و باز منتو رو بچینین و باز شما دوباره برش چکه بزنین کمک یا ماست بزنین و باز شما قرمه دان لخات که آماده شده او رو برش اضافه میکنین و روش میپوشانین و نعنای خشک، مرچ خشک بالش پاش میتیم. به می سادگی یک منتوی خوشمزه آماده میشه. خدا کنه این طرز دیگه خوشتان بیاد دوست عزیز و لطفا لایک، شیر، سابسکرایب فراموش نکنین. ببینین به چه سادگی یک منتوی خوشمزه آماده شد. وقت خوش دوست عزیز برتان میخوایم و حتما چنل ما رو سابسکرایب کنین و اگر کدام طرز دیگه میخواین برتان انشاءالله جور میکنم. شاد و موفق باشین.